حمایت گسترده از بزرگداشت روز جهانی زبان مادری ادامه بازداشت جوانان کرد از سوی نیروهای امنیتی ایران و معرفی ایران به عنوان مزنون اصلی بمبگذاری هند از سوی اسرائیل با درود به شما بینندگان گرامی همراه شما عزیزان هستیم با خبرهای بخش فارسی دهها حزب و سازمان سیاسی مراکز اطلاع رسانی شخصیت های سیاسی شناخته شده روشن فکران و فعالین مدنی حمایت خود را از فراخان بزرگ داشت روز جهانی زبان مادری اعلام کردند جبهه متحد بلوچستان، حزب مردم بلوچستان، مرکز تحقیقات بلوچستان، حزب دموکرات کردستان کوملی زحمت کشان کردستان پارت آزادی کردستان اتحادیه دموکرات کردستان ایران سازمان خبات کردستان ایران سازمان مردم کرمان کردهای شمال خراسان جمهوری خواهان ایران در لندن جنبش فدرال دموکرات آذربایجان انجمن فرهنگی جامعه فرهنگی یارسان در خارج از کشور و چند مرکز اطلاع رسانی همچون وبسایت کردستان و کرد، روزنامه کردستان، کانال آسوسات، تلویزیون کرد کانال و سطح فعال سیاسی و مدنی کرد و ملیت های دیگر با امضای فراخان بزرگ داشته روز جهانی زبان مادری حمایت خود را از این اقدام اعلام کردند. اجرا کنندگان فراخان بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در آستانه دوم اسفند روز جهانی زبان مادری این روز را فرصت مناسبی دانسته تا همه مبارزان و آزادی خواهان ایرانی که تحصیل به زبان مادری و ترویج و تبلیغ فرهنگ های ملیت ها و اقوام مختلف تشکیل دهنده ایران را حق ابتدایی و طبیعی و انسانی می دانند یک کارزار مشترک در دفاع از حقوق و خواستهای ملی و زبانی سرکوب گردیده خود و هموطنانشان سازمان دهند شاین ذکر است که در لیست صد نفری اولیه که حمایت خود را از این فراخان اعلام کردند اسامی افرادی همچون ما عبدالله حسن زاده، اسفندیار منفردزاده، دکتر گل مراد مرادی، علی مهر پرور، کازم کردوانی، محسن سازگارا، زیا صدرالشرافی، دکتر سیاوش ابقری، یوسف عزیزی بنی طرف، افت ماهباز، دکتر عبدالستار دوشوکی، ناصر ایرانپور، رضا کبی و انور سلطانی مشاهده می شود. مراکز امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان در چند روز گذشته جمع دیگر از جوانان کرد را به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی بازداشت کردند بر اساس این خبر اداره اطلاعات شهر سقس فردی از اهالی روستای تومار قامیش در منطقه فیضالابگی این شهر را به نام امین یاوری بازداشت و زندانی کرده است. بازداشت امین یاوری در حالی است که اداره اطلاعات پیشتر نامبرده را زندانی کرده و با قرار وسیقه 150 میلیون تومانی آزاد کرده است. از سوی دیگر اداره اطلاعات جوانرود نیز روز شنبه 22 بهمن فردی از اهالی یکی از روستاهای این شهر به نام محمد ویسی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده است در همین ارتباط اداره اطلاعات شهر مریوان روز یکشنبه 23 بهمن در روستای لنجاوا فردی را به نام صلاح شهبازی بازداشت و زندانی کرده است بر اساس اطلاعات رسیده این افراد به اتهام فعالیت علیه امنیت جمهوری اسلامی و همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شده و از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست سوران دانشور فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد به یک سال زندان محکوم شد سوران دانشور که تابستان امسال به همراه چند تن از اعضای اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد از طرف اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود روز یک شنبه 23 بهمن از طرف دادگاه انقلاب شهر سنندج دادگاهی و حکم صادره به وی ابلاغ شد بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی نامبرده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به یک سال زندان تعزیری محکوم شد که به مدت دو سال به صورت تع... تعلیق است سوران دانشور عضو شورای مرکزی اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد و دبیر کمیته هماهنگی اتحادیه و سخنگوی این تشکل است که در مدت چند ماه اخیر هفتن از اعضای اتحادیه از طرف اداره اطلاعات بازداشت شدند سازمان دانش ایران ادوار تحکیم وحدت به مناسبت سالگرد حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیانیه صادر کرده است. در این بیانیه دستگیری موسوی، کروبی و رهنورد در روز 25 بهمن 89 ادامه روندی شمرده شده که از انتخابات سال 88 آغاز شد و به عقیده نویسندگان این بیانیه همچنان گریبانگیر مردم ایران است. نویسندگان این بیانیه ادامه این روند را کشانده شدن کشور به ورطه جنگ دانسته و تأکید کردند که حاصل این جنگ چیزی جز خسران مردم ایران و از میان برداشته شدن حاکمان بی تدبیر نخواهد بود. سازمان ادوار دولت کنونی را که با وعده های ادالت اجتماعی و رفاه اقتصادی کار خود را آغاز کرد سنگ بنای بزرگترین فسادهای مالی تاریخ کشور عنوان کرده و قطع هایی را که در زمان این دولت علیه ایران صادر شده زمین ساز بستری دانسته که به گفته ی نویسندگان بیانیه این آب و خاک را به آتش خواهد کشید این تشکل دانشجویی در پایان بیانیه خود ضمن تجدید از مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی تأکید کرده تنها راه برون رفت کشور از بحرانهای داخلی و مخاطرات خارجی بازگشت حاکمان به آرای مردم و آزادی کلیه زندانیان سیاسی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین سه هفته پیش نسبت به احتمال بروز قحطی در ایران هشدار داد و اینکه نشانه های بروز قحطی آشکارا به چشم می زیرا واردات مواد غذایی از مالزی، هند، تایلند، ویتنام، پاکستان و اوکراین مختل شده است. اسدالله اسکر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اوایل بهمن ماه هشدار داد که در صورت ادامه سیاست های ارزی کشور ایران به زودی با قحطی روبرو خواهد شد. این اظهار نظر خشم بسیاری از مسئولان ایرانی را برانگیخت. اسکر اولادی یک هفته بعد مجبور شد حرف خود را پس بگیرد اما نشانه های واقعی کمبود و گرانی کمرشکن مواد غذایی از همکنون آشکار شده است. روزنامه آلمانی فرانکفورت روندشاو در گزارش می که در ایران احتمالاً به زودی ضروری ترین چیزها کمیاب می شود. اقتصاد زمین خورده است و مشکل اصلی کشور نه تحریم نفتی بلکه تحریم مالی است. فرانکفورتر روندشاو پس از اشاره به قطع صدور روغن نخل مالزی که برای تولید روغن نباتی در ایران مورد نیاز است می که ایران بهای های دویست هزار تن برنج را به هند بدهکار است و بازرگانان تایلند، ویتنام و پاکستان دیگر حاضر به معامله اعتباری با شرکای ایرانی خود نیستند. از سوی دیگر اوکراین نیز صدور ذرت به ایران را به نصف کاهش داده است روزنامه فرانکفورتر روندشاو معتقد است که جمهوری اسلامی تا کنون به برکت درامت نفتی توانسته است بحران را گاه خوب و گاه بد کنترل کند اما اگر بانک مرکزی ایران نتواند به معاملات نفتی با خارج ادامه دهد دولت به زودی توانایی تامین هزینه ها و پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست خواهد داد فرانکفورتر روندشاو به نقل از یک کارشناس آگاه به مسائل ایران می نویسد شرکت ها ورشکسته می شوند پروژه های نو می خوابند ها باز هم کاهش خواهند یافت و از این طریق هم تعداد بیکاران و هم تورم افزایش خواهد یافت غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضایی خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتزوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داد این خبر در حالی از سوی دادستان کل ایران اعلام می شود که سعید مرتزوی هفت ماه پیش از تبرعی خود در دستگاه قضایی خبر داده بود اما غلامرضا محسنی اجره این خبر را تکسیب کرده بود سعید مرتزوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس درباره حوادث بعد از انتخابات به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز هجده تیر به بازداشتگاه کریزک معرفی شده بود ولی اینکه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی تبرعه و بیگناه تشخیص داده شده است که این دستگاه متهمان، جانیان و قاتلان کشته شدگان زندان کهریزک را کماکان حمایت و از آنان اسمی نبرده است. دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی عنوان کرد که صنایع نساجی جزو بخش است که برای تأمین مواد اولیه و نوسازی تجهیزات به شدت نیازمند نرخ ارز است و به تب این امر نوسانات اخیر در بازار ارز به شدت عمل کرده واحدهای نساجی را تحت شعا قرار داده است مهدی یکتا با بیان این مطلب در گفتگو با ایلنا توضیح داد طی ماهای اخیر به واسطه رشد نرخ ارز در بازار واحدهای صنعتی از یک سو با تامین مواد اولیه وارداتی و سوی دیگر برای گشایش السی به شدت با مشکل روبرو شدند به گفته یه وی ظرف دو ماه اخیر قیمت الیاف مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز صنایع به واسطه نوسانات نرخ ارز بین 15 تا 20 درصد افزایش یافته است. دبیر اتحادیه صنایع نساجی با اشاره به افزایش نرخ ارز مرجع توسط دولت نیز تصریح کرد در حال حاضر هیچ تولید ای با نرخ دلار کنونی نمیتواند به تولید خود ادامه دهد. با توجه به افزایش حدود ده درصدی نرخ ارز دولتی در جریان التهابات اخیر بازار ارز اگر کسی بتواند نرخ ارز مرجع برای واردات خود تأمین کند یک افزایش حداقل ده درصدی را در تأمین مواد اولیه خود خواهد داشت حزب سبزهای آلمان در بیانیه تصریح کرد که روبودن و بازداشت موسوی، کروبی و رهنورد به دستور مقامات حکومت ایران صورت گرفته است. در این بیانی همچنین از نامه 39 زندانی سیاسی ایران که آزادی این ستن و سایر زندانیان سیاسی را اولین قدم برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران دانسته بودند حمایت کرده است در بیانیه حزب سبسا که به امضای کلودیا رود رهبری این حزب رسیده از حسر خانگی موسوی کروبی و رهنورد به عنوان آدم ربایی حکومتی یاد شده و گفته شده که این دستگیری ها نه تنها خلاف کلیه قوانین بین است بلکه قوانین ایران را نیز زیر پا گذاشته است در ادامه این بیانیه آمده است ما همچنین از خواسته 39 زندانی سیاسی جنبش سبز که آزادی موسوی، کروبی، رهنورد و سایر زندانیان سیاسی را اولین قدم برای برپایی یک انتخابات آزاد دانستن حمایت می‌کنیم در تابستان گذشته کمیسر حقوق بشر آلمان که بالاترین مقام حقوق بشری این کشور است خواهان پایان دادن به حصر موس موسوی کروبی و رهنور شده بود و سال گذشته نیز کاترینشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آزادی فوری و بی قید و شرط این ستن را خواستار شده بود نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که ایران مزنون اصلی بمبگذاری در ماشین مقامات اسرائیلی در هند و تفلیس است این اظهارات نتانیاهو پس از انفجار بمبی در نزدیک سفارت اسرائیل در دهلی نو و زخمی شدن همسر یکی از های اسرائیلی بیان شد این اتفاق درست یک روز پس از چهارمین سالگرد ترور اماد مغنیه یکی از فرماندهان نظامی حزب الله به دست عوامل اسرائیلی اتفاق افتاد نتانیاهو در سخنان خود متذکر شد این حملات تروریستی با همکاری ایران و حزب الله انجام شده است و بار دیگر ایران را بزرگترین تروریست جهانی دانست وی همچنین اظهار داشت دولت اسرائیل و تمام سرویس های امنیتی تلاش خود را بر علیه اقدامات تروریستی ایران انجام خواهند داد وزیر امور خارجه اسرائیل نیز با اعلام اینکه اسرائیل حمله به مقامات اسرائیل را تحمل نخواهد کرد گفت حمله علیه های اسرائیلی به این معنی است که دولت و شهروندان اسرائیلی با خطر تهدید به ترور در سطحی فیزیکی و دیپلماتیک مواجه هستند گروه کشتیرانی او اس جی شرکت فرانتلاین و بیشتر صاحبان های نفتکش اعلام کردند که از این پس نفت ایران را به مشتریان آن در نقاط مختلف جهان منتقل نخواهند کرد او اس که مرکز آن در نیویورک است اعلام کرد که 45 سوپرتانکر این شرکت دیگر از ایران بارگیری نخواهند کرد. شرکت های کشتیرانی فرانت لاین و نوا هم که مجموعا 93 نفتکش و سوپرتانکر در اختیار دارند گفتند که از داد و ستت با جمهوری اسلامی خودداری می کنند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ فعالیت بیشتر شرکت های بزرگ نفتکش در خارج از آمریکا و اروپا متمرکز شده است و به همین دلیل در گذشته جلوگیری از نقل و انتقال نفت ایران مشکل بود اما اکنون با تحریم نفت ایران از سوی اتحادی اروپا و همچنین تحریم شرکت های بیمه ای که با ایران همکاری می کنند، نقل و انتقال نفت ایران با مشکلات جدی روبرو شده است بیمه حدود 95 درصد از شرکت های نفتکش بین طبق قوانین اروپا صادر می شود و به گفته تحلیلگران نفتی جمهوری اسلامی ایران از این پس به سختی می تواند نفت صادراتی خود را به دست مشتریانش برساند. اتحادی اروپا خرید نفت از ایران را حدود پنج ماه دیگر کاملا متوقف می کند و مشتریان آسیایی ایران هم به دنبال جایگزین های مناسب برای تأمین انرژی مورد نیاز خود هستند. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود تحریم‌ها علیه ایران را مؤثر خواند و گفت در صورتی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران کاملا اجرا شود احتمالا حدود یک میلیون بشک از نفت صادراتی ایران کاهش خواهد یافت سفیر سوریه در مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد کشورش طرح جدید اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه را به کلی رد می کند. وزیران خارجی کشورهای عضو اتحادیه عرب که بار دیگر برای بررسی بحران سوریه در پایتخت مصر قاهره تشکیل جلسه داده بودند در پایان نشست خود با صدور قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل خواستند برای پایان دادن به سرکوب خونین معترضان سوری نیروهای بین المللی حافظ صلح را به این کشور اعزام کند ولی یک روز پس از صدور قطعنامه اتحادیه عرب یوسف احمد سفیر سوریه در قاهره با انتشار بیانیه مخالفت سریع دمشق با طرح جدید کشورهای عربی را اعلام کرد. در بیانیه یوسف احمد تاکید شده که سوریه به هیچ قطع نامی که در غیاب این کشور صادر شود پایبند نخواهد بود وزیران خارجی کشورهای عربی همچنین معموریت ناظران اتحادیه در سوریه را خاتمه یافته عنوان کرده و از استعفای محمد الدابی رئیس هیئت ازامی به این کشور خبر دادند گسترش تحریم های اقتصادی علیه دمشق و حمایت از معترضان از دیگر مسائل مطرح شده در تازه ترین قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب است. همزمان با ابراز امیدواری وزارت امور خارجی چین نسبت به همکاری نزدیکتر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای وزیر امور خارجی روسیه تأکید کرده است که هر گونه راه حل نظامی در قبال مسائل هسته‌ای ایران باید کنار گذاشته شود. به گزارش بی بی سی سرگ ایلاوروف وزیر امور خارجی این کشور روز دوشنبه 24 بهمن مسئله هسته‌ای ایران را موضوعی مهم برای روسیه ارزیابی کرده و گفته است این موضوع باید با شیوه صلح آمیز حل و فصل شود و هر گونه راه حل نظامی باید کنار گذاشته شود فشارها بر ایران بر سر فعالیت های این کشور از زمان انتشار آخرین گزارش آژانس بین انرژی اتمی در ماه نوامبر گذشته افزایش یافته است با این حال مقامات رسمی روسیه و چین بارها اعلام کردند که مذاکره و همکاری تنها راه برطرف کردن اختلاف نظرها بر سر فعالیت های ایران است و پایان بخش خبرهای این ساعت تازه ترین پیشنهاد اتحادیه عرب برای اعزام سربازان صلح سازمان ملل و کشورهای عربی به سوریه با مخالفت الجزایر و لبنان روبرو شد اما استقبال ناظران غربی را برانگیخت. اتحادیه عرب در پیشنویس تازه ترین خود پیرامون اوضاع سوریه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا نیروی مشترکی از پاسداران صلح سازمان ملل و کشورهای عربی را به سوریه اعزام کند. این پیشنویس در نشست اتحادی عرب در قاهره مطرح و بلافاصله با استقبال بسیاری از ناظران اروپایی روبرو شد اما الجزایر و لبنان آن را رد کردند رهبری الجزایر که خود نگران بروز ناآرامی ها در کشورش است به هر گونه حرکت اعتراضی از جمله در سوریه با بدبینی نگاه می کند و به همین خاطر به پیشنویس نویس رأی منفی داد دولت لبنان هم تحت نفوذ حزب الله که متحد سوریه است با آن مخالفت ورزید به عقیده ناظران عراق هم تنها از سر فرصت طلبی به این پیشنویس رأی مثبت داد یکی از نمایندگان فراکسیون پارلمانی عراق در این باره گفت که عراق نمیخواهد در اتحادیه عرب ایزوله شود. زیرا در این صورت نشست بعدی اتحادیه عرب در بغداد برگزار نخواهد شد و این معنایش ادامه برتری قطر در همه نشستهای بعدی خواهد بود. شاین ذکره است که تا به حال پیشنویس قطنامه اتحادی عرب تحرکی قابل توجه به وجود نیاورده است و تا زمانی که چین و روسیه با هر گونه قطنامی در شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه مخالفت می کنند هیچ یک از سلطانان کلاه سازمان ملل وارد خاک سوریه نخواهد شد. بینندگان گرامی در این لحظه به پایان خبرهای بخش فارسی کورتکنر رسیدیم تا دیداری مجدد روزگار بر شما عزیزان خوش